همزمان با تجلیل از روز جهانی محو پولیو، مسئولان از ثبت 53 واقعه مثبت این بیماری طی سال جاری میلادی در کشور خبر میدن. مسئولان اداره صحت عامه هرات میگویند که از این میان دو مورد آن در ولسوالی های پشتون زرقون و شندند شناسایی شده است. مسئول بخش پولیو اما نبود امنیت را عامل ثبت واقعات مثبت در مناطق دوردست عنوان میکند و خواهان تامین امنیت است. همکارم احمد فهیم فرجام با جزئیات بیشتری. 3 عقرب مصادف است با روز جهانی مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان. اینجا در هرات همزمان با تجلیل از این روز، مسئولان برنامه تطبیق حوزه واکسین در هرات میگویند که از ابتدای سال 2020 میلادی تا اکنون 53 واقعه پولیو یا فلج کودکان به ثبت رسیده است. به گفته این مسئولان، از میان بیش از 50 واقعه 2 مورد مثبت آن از ولسوالی های پشتون زرغون و شندن هرات است که آنان را نگران ساخته است. تا همین لحظه که ما در خدمت شما قرار دارم، تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان از شروع سال 2020 تا به حال 53 واقعه می باشه که البته اکثرا حوزه افغانستان را در بر می گیره و همچنان چند واقعه پولی ما شما در حوزه غرب هم داریم که از این جمله 2 واقعه در ولایت هرات، 2 واقعه در ولایت بادغیس و 4 واقعه در ولایت فراه است. در همجواری هرات 2 واقعه مثبت در بادغیس و 4 واقعه هم در ولایت فراه به ثبت رسیده است. رئیس صحت عامه هرات ناامنی را چالش جدی فراراه تطبیق دوره های پولی عنوان کرده و میگوید در برخی از ولسوالی های ناامن امکان تطبیق 100% پولیو وجود ندارد و نیاز به تامین امنیت است. طبیعتا محدودیت های وجود دارد، طبیعتا شرایط همین کشورمانه و جزی که ما از همه طرفین بخواهیم، از منصوبین دولتی و همچنین از مخالفین دولت بخواهیم که برادرای ما صحت به این مسائل کار نداره، حیات اطفال ما، زندگی اطفال ما به مسائل صحی و به مسائل نظامی، به مسائل سیاسی ربطی نداره. مناقشات یک طرف، ولی اجازه بدند که اطفالشان، فرزندای آب و خاک سالم بمانند، واکسین بشن و به فلج مصاب نشن. ولسوالی های کشک کهنه، ادرسکن، شندند و گلران از مناطقی هستند که مخالفان مسلح دولت مانع تطبیق واکسین برای کودکان زیر سن 5 سال شدند. با این همه مسئولان اداره ملی هرات میگویند در برنامه های پیش رو تلاش خواهند کرد تا در ولسوالی ها و مناطق دوردست زمینه تطبیق واکسین را فراهم کنند. ببینیم تمام منابع اداره محلی برای اجرای بهتر کمپاین واکسین حتما او انجام و عملی میشه و ما تمام تلاش خود میکنیم که با ایجاد ارتباطات با مردم، با متنفذین، با علما بتونیم در تمام مناطق هرات واکسین رو که یک از اهمیت بسیار کلان برخوردار رو به شکل درست بتونیم تطبیق کنیم. در این برنامه مسئولان ریاست های حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ نیز میگویند از طریق منابر میکوشند تا میزان مخالفت ها فراراه تطبیق کامل برنامه واکسین پولیو رو در نقاط دوردست کمتر سازند. هر برنامه‌ای که از طریق علما ترویج بشه در جامعه نهادینه میشه که الحمدلله ما از طریق خطبای گرام، از طریق منبرها این موضوع مطرح کردیم. اما با توجه به حساسیت این قضیه نیاز است میطلبه تا به صورت همگانی جامعه ما بسیج بشن که اطفال زیر 5 سال که یک جامعه محروم میتونه باشه، گفته میتونه نشه و خدای نکرده اینا به این مرض دوچار بشن، چون پولیو به مراتب خطرناکتر از کرونا است. قرار است دور بعدی تطبیق واکسین پولیو تا 2 روز دیگر آغاز شود و آنگونه که مسئولان میگویند در این دور بیشتر از 85% کودکان زیر 5 سال قطره واکسین دریافت خواهند کرد. در حال حاضر ویروس پولیو تنها در کشورهای افغانستان، پاکستان و نیجریه وجود دارد.